درود بر شما. بامداد نکو باشه. بامداد دوشنبه ششم شهریور ماه 28 آگوست. او اینو درست نکردم. 203 روز مونده به پایان این ماراتون سخت و طولانی ما در خبر امروز. با افتخارم اپیزود دیگری رو براتون خانش میکنم. بنده اهورا نیازی هستم. وقتی خستم میام پای دوربین، شب قبلش خوب نخوابیدم، خیلی سختمه که ذهنم رو متمرکز کنم رو اون چیزی که میخوام و این تمرکزه چندین ساعت زمان میبره. اون هدفهایی که دارم بهشون برسم واقعا کار سختیه. هر روز بیدار شدن، هر روز یه کار انجام دادن سر یه ساعتی واقعا کار سختیه. بدن ما ربات نیست، ذهن ما صفر و یکی عمل نمی کنه و این چیزیه که توی هیچ برنامه انگیزشی به شما نمیگن، چون خوشایند شنونده نیست و موجب میشه ویو نگیرن. ولی این برنامه رو من به اتمام برسونم، قطعا راجبش یه کتاب کوچولو مینویسم، یه مقاله مینویسم، یه چیزی مینویسم راجبش که به جهانیان بفهمونم آقا 5 صبح بیدار شدن چه مکافاتی داره. باز افتخارمه. اپیزود دیگری رو دارم براتون میخونم. با هم یک مسیر رو اومدیم، خیلی قشنگ اومدیم. 199,700 خورده نفر دنبال کننده داریم، داریم میریم تو رقم 200,000 نفر. امروز ششم شهریور، زادروز یک انسان دوست داشتنی لطیفه که البته به رحمت خدا هم رفتند، ولی یک انسان آرتیست هنریه که دل خیلی ها رو با خودش برده. زادروز حسین پناهی در سال 1335، شاعر، بازیگر و هنرپیشه دیگه گفتم، کارگردان، نویسنده، شاعر و فیلسوف اهل ایران بود. دقیقاً در چنین روزی 28 آگوست سال 2009 اپل مک او اس ایکس 10.6 رو تحت عنوان اسنو لوپارد، جگوار برفی، عرضه کرد. سیستم عامل مکینتاش بود. اسم لوپارد به این دلیل معروف بود که اولین کامپیوتری بود که برای لپتاپ های با پردازشگر اینتل عرضه شدند. نکته جالب اسنو لوپارد این بود که داخل اون پروتکل شبکه اپل تاک حذف شد. اپل تاک پروتکل شبکه‌ای بود که از دهه 80 به عنوان پرکاربردترین پروتکل شبکه به عنوان شبکه استفاده میشد، ولی در این نسخه از سیستم عامل حذف شد تا گام جدیدی بذارن برای پیشرفت‌های بعدیشون. 4 قابلیت مهم که باید در مورد واتساپ بدونید. قابلیت اینه که اولا شما الان این امکان رو دارید کپشن عکس‌ها یا پیامی که ارسال کردید رو ادیت بکنید. مورد دوم، شما میتونید گروپ چت بسازید بدون اینکه نام براش تعیین بکنید. بیشتر به درد این میخوره که با دوستاتون میخواید برید بیرون، نیاز دارید که آدرس، لوکیشن و عکس ها رو به اشتراک بذارید و یه گروه کوچولو یه دفعه‌ای داشته باشید. قابلیت بعدی این هستش که مثل اپلیکیشن زوم، شما الان در واتساپ امکان به اشتراک گذاشتن تصویر موبایل یا دسکتاپ کامپیوترتون رو دارید. و در نهایت مورد آخر این هستش که قابلیت ارسال عکس ها و فیلم هاتون به صورت HD یا های دفینیشن یا های کوالیتی با کیفیت بالا الان ممکنه. خیلی جالبه، یه سری رسانه ها هستند، سایت های خبری یا مثل فوربس، نیویورک تایمز، اینا برای اینه که مقالاتشون رو بخونن باید پول بدی، اینا رایگان اصلا نیستن. و من تو خبر امروز با اینا آشنا شدم، یعنی به صورت کلی تو اینترنت ما محتوای پولی نداریم، همه چی رایگانه. و بعد یه عنوانی زده خیلی جالبه، میگه که AI ترند بعدی خیلی ترسناکه و اون چیزی نیست جز احساسات هوش مصنوعی. میگه تا امروز در دل تاریکی های پیشرفت تکنولوژی چیزی که ما دیدیم از هوش مصنوعی کاملا منطقی بوده و هیچ احساسی نداره، اما گویا دانشمندان موفق شدن دسترسی پیدا بکنن به احساسات برای هوش مصنوعی. من یه چیزی رو راجع به این خبر بگم جالبه. دارم روی یک ویدیوی کار میکنم تحت عنوان این که دوست دختر هوش مصنوعی. چند تا اپلیکیشن هستن به اسم رپلیکا یا اوا.
که اینا توش میتونید با افرادی که هوش، یعنی با دوست دختر هوش مصنوعی یا حتی دوست پسر هوش مصنوعی انتخاب بکنید و با هم در ارتباط باشید. اما خیلی مصنوعی تر از اون چیزیه که شما بتونید اصلا درگیرشون بشین و احمقان هم هستن، حتی حافظه ندارن در مورد جزئیاتی که باشون صحبت میکنی. ولی نکته جالبش اینه که اینا چون احساسات ندارن، تو هر جوری باشون حرف بزنی براش تعریف کردن، اگر مثلا باهاش تند حرف بزنی یه کوچولو ناراحت بشه، ولی مثلا پایان یک جمله تند یه دفعه یه جمله آروم بگونم آروم میشه. ولی فکر کنید مثلا با این هوش، احساسات هوش مصنوعی دیگه آروم نشه و یهو تصمیم بگیره یه جوری متفاوتی رفتار کنه، یادش بمونه. خیلی جالبه. فورتنایت به نظر من ترندترین عنوان بازی‌های سروایوول حال حاضر جهان که مدام خودشو بالا نگه می‌داره، یه کار خفن دیگه هم کرده. در همکاری با انویدیا پاییز امسال یک ارتقاء بسیار قوی در بخش گرافیک خواهد داشت. بعد منتظر باشیم بیاد ببینیم چی میشه. فورتنایت قراره انویدیا DLSS 3 رو این پاییز دریافت بکنه و به زودی شامل گرافیک بسیار بالایی میشه. و البته این DLSS برای کارت گرافیک های سری 40، یعنی RTX های سال 2023 انویدیا که سری 40 بودن، 40-10 PC، 40-50-60، 40 مثلا 40-60، اینا از یک گرافیک خیلی جالبتر و هیولاتر میتونن بهره ببرن و به شما قابلیت اینو میده بازی رو در Unreal Engine 5 Resolution 4K اجرا کنید. Galaxy Z Fold 5 مجهز به باتری بسیار هیولاییه. مربوط به مقاله 925 Google، یه مقاله تخصصی اندرویدیه. نکته خیلی جالب Galaxy Z Fold 5 نسبت به 4 چی هستش؟ اونم اینه که ظرفیت باتری هر دو 4400 میلی امپر باتری هست، امپر ساعته، ولی چیپست ها متفاوته. اسنپ دراگون 8 نسل 1 اسنپ دراگون 8 نسل 2 اما اختصاصی اما اختصاصی گلکسی فون ها. اما طرف که اومده تست کرده میگه که من تو 5-6 ساعت کار کردم با گوشی، اسکرین آن تایم یعنی اسکرین روشن بوده، 30-40% ظرفیت برام باقی مونده، اما در گلکسی زی فولد 2 40-50%. حالا اومدم اون رو با گوگل پیکسل هم تستش کردم، باز هم عملکرد گلکسی زی فولد 5 بهتر بوده. دانشمندان موفق به کشف روشی شدند که میتونند طلا رو بر روی بافت‌های زنده بدن تتو بکنن. این قابلیت به صورت خلاصه به درد این میخوره که بتونن از همین طریق بافت‌های دیجیتال رو بر روی اندام‌های زنده قرار بدن. و این شکلی چه اتفاقی می‌افته؟ ایمپلنت کردن این چیپ‌ها بر روی بدن دیگه قابلیت دفع نداره. تو در واقع روی سلول زنده اینو تتو کردی به نوعی. مثلا عنوانی که خودش هست همینو گذاشته، میگه که شما میتونید چیپست ها رو تتو کنید روی سلول های زنده بدن با طلا و اون بافت زنده زنده بمونه. یکی از بزرگترین نگرانی ها در ایمپلمنت قرار دادن این چیپست های خارجی در بدن انسان ها، دفع کردن اون چیپست از طریق اون بافت از بدنه که خیلی صدمات زیادی رو به دنبال داره. ولی این شکلی همون قشر از بافت مجهز به اون چیپ میشه که از جنس تلاس. جذابه نه؟ برترین نویسنده کمپانی راکستار قبل از اینکه جی تی ای 6 به صورت رسمی عرضه بشه کمپانی رو ترک کرده. آقای مایکل آنسورس، اینجا اسمش نوشته شده، مایکل آنسورس، نویسنده که از سال 2007 به گفته خودشون در لینکدینش در راکستار حضور داشته، شخصی که در خلق بازی‌های اینجا رو داشته باشید، عناوین رو فقط داشته باشید، رزومه یارو چقدر هیولاست. Red Dead Redemption 2، GTA IV، GTA V و مکس پین 3 حضور داشته. جذابه نه؟ بعد از 16 سال از نویسندگی در این کمپانی بیرون اومده. چرا بیرون اومده؟ We don't know.
صنعت تلویزیون های رد بالا بسیار صنعت گرونیه. منظورم از تلویزیون های رد بالا LED های نسل جدیدی هستش که کمپانی های پیش رو خلق میکنن، مثلا سامسونگ خلق میکنه، LG خلق میکنه. امروزه وقتی ما از تلویزیون های با کیفیت صحبت میکنیم، واژه OLED میاد تو ذهنمون، جنس پنل OLED. OLED دو تا ضعف بزرگ داره، روشنایی پایین داره و نمایشگر شفاف. خیلی جالبه که دیشب مراسم تولد 37 سالگی MSI بودیم و دقیقا در مورد همین موضوع صحبت شد که چرا توی لپتاپ های بیزنسی عموما برند MSI سوق داره رو به سمت نمایشگرهای LCD و از OLED استفاده نمیکنه. علتش رو خیلی قشنگ شرح دادن. لپتاپ های بیزنسی لپتاپ های سبکی هستن و یک بیزنسمن همه جا با خودش میبره. از اونجایی که عموم جایهایی که میرن خارج از فضای خونه است و نور در اونجا زیاده، نمایشگرهای OLED یکی برایتنسشون خیلی زیاد نیست، دو نمایشگرهاشون براقه و در نتیجه نمیتونن خوب ببینن. حالا نسل جدیدی از نمایشگرها هست با نام QD OLED که حالا هر برندی عنوان خودش رو روش میذاره، قیمت بالاتر از OLED کنونی داره چون تکنولوژیش خیلی جدیده، ولی ضعف‌های اون رو از بین برده. نمایشگری روشن‌تر با صفحه نمایشی مات. حالا ما با آقایان شاید باورتون نشه، ولی دیگه داریم میریم تو اون دوره‌ای که ربات‌ها رو ببینیم. این شاید بشه گفت اولین ربات تجاری قابل تهیه در جهانه که انسان نماست. مسئله مهمش اینه. نامش اپترونیک هست، اسم تیم سازندهش، ولی نام خودش آپولو هست. اینم ظاهر بامزشه، یه چهره خیلی خر و احمق داره که هدفش کمک به شما در انبارهاست، کمک به فروشگاه ها، پمپ بنزین ها، کمک به افراد مسن و کلن کارش کمک کردنه. قرار نیست شغل کسی رو بدزده، قرار همراه شما باشه و به گفته استارتاپ اپترونیک اولین ربات انسان نمایی هستش که شما میتونید برای کارهای روزمرتون، برای مکانهای خطرناک، برای حمل وسایل سنگین ازش استفاده بکنید. صورتش صورت کاملا فلته که هیچ احساسی در اون قرار نداشته باشه، ولی یه نمایشگر ای‌اینک اینجا قرار داره و دهنشو نشون میده، نمایشگر دیگری در جلو داره و نکته جالبش این هستش که در پشت دکمه آف داره. ببینید این دکمه قرمز دکمه آفشه، میزنی جوب دستگاه خاموش میشه. اینش خیلی جالبه. بعدش میتونید پاشو در بیارید، بهش از اینا وصل بکنید که حرکت نکنه، فقط در جا بتونه یه سری وسیله ها رو جابجا بکنه. بعد خود شرکت گفته که میدونی وقتی ازش ناراضی باشی میتونی اخراجش کنی و اون مجبوره یه کارتون دستش بگیره و وسایل و خرت و پرتاش بریزه توش. خود کمپانی گفته که در سال 2025 این محصول آماده عرضه در بازار خواهد شد. داشتم میدونید به چی فکر میکردم این خبر رو میخوندم؟ به اینکه یه زمانی خواهد رسید کانتنتی خواهیم ساخت، حالا من شاید اون موقع دیگه نباشم، تولید نکنم، ولی قطعا محتواسازهای نسل جدیدی اون موقع هستن که بیان راجع به این بسازن. مثلا این ربات رو خریدم و برای اولین بار یه ربات دیگر رو دید و واکنشش چی بود؟ ربات‌ها چطوری با هم ارتباط میگیرن؟ تیگو 7 پلاگین هیبرید معرفی شد، خودروی برقی بنزینیه شرکت MVM با قیمت زیر 2 میلیارد. ایلان ماسک در پاسخ به سوال اینی که آیا ما در یک شبیه ساز زندگی میکنیم پاسخ مثبت داده، میگه آره ما تو یک شبیه ساز زندگی میکنیم. بنزین بی کیفیت در ایران صاحبان ماشین خارجی را به حسابی به دردسر انداخته. یاسمین مقبلی به ایستگاه فضایی بین الملل رسید. شاهین، کویک و ساینا اس با این قیمت ها در روسیه عرضه می شوند. مشتریان درباره برند فونیکس، ارزیابی خدمات، گارانتی و تجربه رانندگی چه نظری دارند؟ به نظر من این بیشتر شبیه رپورتاجه، یعنی پول دادن این خبر رو براشون برن. خودرو شاهین با قیمت 21 هزار دلار در روسیه عرضه می شوند. زومیت یک مقاله رفته با بهترین پادکست های روانشناسی آشنا بشید.
در مورد گلکسی A55 سال آینده سامسونگ ویدیو داده بیرون، چه محتوا زدم. یه پست زدن جالبه، امترین نقطه برای نشستن در قطار کجاست؟ کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یوتیوب برای دانشجویان، اساتید و بازرگانان در دسترس است. مهدی باقری عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای، تو عنوان تو نگاه کن 35 متره، اعلام کرد که این کارگروه آمادگی این رو داره که یوتیوب رو برای اقشار خاصی از جامعه رفع فیلتر کنه. این همون داستان اینترنت طبقاتیه. میگه وزیر ارتباطات و دوستانشان باید پیگیری کنن تا موضوع رفع فیلتر برای برخی از پلتفرم ها در کارگروه بررسی شود. یه جوری میگن وزیر ارتباطات و دوستانشان، انگاری مال یک کشور دیگه، شما مال یک بدنه اید از یک دولت، شماها باید با هم در ارتباط باشین. یاد یوگی و دوستان افتادم. عجیبه، میدونین؟ مثلا دانشجو مگه کیه؟ دانشجو خب خود من و شمایی. مثلا دانشجو میتونه دسترسی داشته باشه. من نوشته افراد متخصصی که نیاز دارند، نیاز تخصصی به یوتیوب دارن، میتونن دسترسی داشته باشن. این نیاز تخصصی رو که یک چیز کیفیه، میدونین؟ مثلا این نیست که بگم این لنز عددش 55 میلیمتره برای همین باید دیافراگمش 1.8 باشه فاصله کانونیش. یک چیز ریاضیه، منطقی داره. این ادعای کیفی رو چطوری، این سنجش کیفی رو چطوری میخواید بفهمید که مثلا میگه این نیاز، نیاز تخصصیه، باید بهش دسترسی بدیم؟ نه، این نیاز تخصصی نیست، خداحافظ، تو برو پول وی پی ام بده. پروژه جدید نخبگان در سیلیکون ولی مشخص شد. احداث یک آرمان شهر در زمین 800 میلیون دلاری. اوف، پولدارای جهان. هشدار اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، بازار موبایل از گوشی‌های ریپک شده آیفون 13 پر شده. یعنی یه وضعیتی شده که حتی موبایل فروشه هم نمیدونه این محصولی که داره پلمبه یا ریپک شده. برخی وارد کنندگان موبایل نیز تاکید دارن که ما در خریدهای عمدمون پول محصول نو رو میدیم ولی در نهایت محصول ریپک به دستمون میرسه. کثافتیه این بازار موبایل، من برای همین اصلا بهش علاقه ندارم. کالب چکافی مغز مبتلایان به آلزایمر یک عامل احتمالی جدید رو برای این بیماری نشان داد. حدود 2 میلیون نفر پس از لغو قرنطینه کرونا در چین جان باختند. ناسا یک ماهواره جدید به فضا پرتاب کرده که برای نظارت بر آلودگی هوا از فضا طراحی شده و اولین تصاویر خودش رو ارسال کرده. و آلودگی مثلا شهر لس آنجلس رو دارید می‌بینید چقدر زیاده. به به. دوستان عزیز بفرمایید اوپن ای آی اومده ابزار آموزش دادن چت جی پی تی رو ارائه داده و هزینه هاش هم گفته. شما میتونید چت جی پی تی رو به شیوهی که خودتون نیاز دارید آموزش بدید و برای کسب و کارتون استفاده بکنید. بامزه است. مثلا سایت فروش موبایل داری، راهنمای خرید موبایل تو بده هوش مصنوعی بر ترین بکنه، ترینش میدی، خودش میره قیمت ها رو کرال میکنه، مثلا میده و مثلا دیگه بحثی نیست. Okay.